نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه 29 محرم و جمعه اول سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست با اشاره به حدیث مشهور پیامبر اکرم که هر فردی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است فرمودند این مسئله شامل هر انسانی که امام زمان خود را نشناسد می شود مانند کفاری که کورکورانه می میرند و در چنین شرایطی اگر انسان در عدم شناخت از امام زمانش مقصر بوده استحقاق عذاب دارد اما اگر قاصر بوده مستحق عذاب نیست معظم الله در ادامه فرمودند در زمان غیبت کبرا شناخت امام زمان یعنی اینکه انسان قائل به امامت حضرت به عنوان امام دوازدهم باشد و فقط حضرت را نمی بیند. این به معنای قائل نبودن به امامت حضرت حجت نیست ایشان با اشاره به اولین سخنرانی امیرالمؤمنین پس از خلافت ظاهری فرمودند در این سخرانی که شاید در نهج البلاغه هم آمده باشد، حضرت مطلبی فرمودند که مضمونش این است که همانگونه که خدای عزوجل توحید را بدون نبوت قبول نمی کند، یعنی اگر کسی بگوید خدا من تو را قبول دارم و تو یکتا و عادل هستی و به تمام صفات تو شهادت می دهم اما پیغمبر اسلام را قبول ندارد، خدا می گوید من این توحید را قبول ندارم و کذالک اگر کسی توحید و نبوت را قبول دارد اما ولایت را قبول ندارد باز هم خدا میگوید این را من نمیخواهم آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند لذا بدون نبوت توحید از سوی خدای متعال پذیرفته نمی شود و بدون امامت هم توحید و نبوت از سوی خدای متعال پذیرفته نمی شود لذا این حدیث از پیامبر اکرم که فرمود هر فردی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است یعنی پذیرش سه اصل توحید نبوت و امامت با هم قابل قبول است امام هم یعنی پیشوا یعنی بداند که امام زمانش کیست و اطاعت از او لازم است بر اساس آیه شریفه یا ایوهالدین آمنو اتی الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اول الامر را نیز اطاعت کنید با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم ما جمعیت مثل کفاری که کرکرانه میرن اگر مقصر استحقاق عذاب داره اگر قاصر نه <applause> میدونم اما می بشناسم امام زمان عجل الله فرجه و شریف فقط قائبه یعنی قائل به امامت حضرت امام دوازده هستیم فقط نمیبینیم حضرت را نه اینکه قائل نیستیم به امامت این شبیه همون فرمایش امیر المومنین صلوات الله علیه که یه وقت هم نقل کردم در بعد از خلافت ظاهریشون اولین سخنرانی که کردن شاید تو نهج باشه در اون سخنرانی مطلبی فرمودن مضمونش اینه فرمودن همین جوری که خدای عز و جل توحید را بدون نبوت قبول نمی کنه یعنی اگه کسی بگه خدا تو رو من قبول دارم یکی هم هستی عادل هم هستی همه چی اما پیغمبر اسلام قبول نداره خدا این توحید رو میگه نمیخوام کذالک اگر کسی توحید و نبوت قبول داره ولایت را قبول نداره بازم خدا میگه نمیخوام اینو کما ان الله لا یقبل توحیده و مضمونش اینه بدون النبوه لا یقبل توحیده و النبوه بدون الولایه یعنی اینم همین من ل... عرف... من ما تولم یعرف امام زمانه یعنی یعرف انه امامون يعني ستب همه توحيد نبوته امامه. همین آره همین وقتی که امام امام يعني في شوا يعني اطاعتش واجب أطيع الله وأطيع الرسول واولي الامر منكم. لازم به ذکر است که سلسله نشست علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 12، سفر هفتاد این نشست علمی باشید